سلام و وقت بخیر. به خبرهای این ساعت از سلو و طلو نیوز خوش آمدید. امروز سه‌شنبه دوم سنبله سال 1400 هجری خورشیدی است. در آغاز سرخط چند خبر. آغاز گفتگوهای هیئت طالبان با احمد مسعود در پنجشیر. قرار است که آنها با خود احمد مسعود و بابا یک ده مردم دیگری که آنها در قضیه پنجشیر دخیل هستند و نقش دارند دید و بازدید داشته باشند. خواست عالمان دین شیعه مذهب از طالبان برای برخورد یکسان با اقوام و مذاهب مختلف. شیعیان ما اهل جنگ، اهل منازعه، اهل دعوا نیست. اینها طرفدار صلحند. در بند ماندن والی و فرمانده پیشین پلیس لغمان با وجود عفو عمومی طالبان. طول خوشی ما پلار نده خوزه ما پلار دی ما پلار لدی ما پلار متواری خود ما پلار باید کرد رسی. توقف قاچاق آهنالات کهنه به بیرون از کشور. و اعتراضات ضد اسرائیلی در غزه. بهرام امان هستم با مشروع خبرها. هیئت طالبان برای گفتگو با احمد مسعود و شمار از چهره های سیاسی دیگر به پنجشیر رفته است. طالبان میگویند که گفتگوها برای حل مسالمت آمیز پنجشیر شدت گرفته. منابع نزدیک به احمد مسعود نیز رسیدن هیئت طالبان به پنجشیر را تایید می کنند. از سوی هم وزیر خارجه پاکستان خواهان توافق سیاسی میان طالبان و رهبران سیاسی افغانستان شده است. در این حال تهران گفته است که با همه طرف ها مشمول احمد مسعود در ارتباط است و تاکید کرده که باید یک حکومت فراگیر ایجاد شود. منابع نزدیک به احمد مسعود از رسیدن یک هیئت طالبان به پنجشیر سخن میزنند. این منابع میگویند که نیروهای ضد طالبان خواستار مذاکرات معنادار است که به برداشتشان در آن حقوق مردم تامین باشد و حکومت به میان بیاید که عدالت اجتماعی در آن تامین شود. گفتگوات در مورد پنجشیر از راه حل شود. از جنگ و نارامی بیخی کل مردم، تمام مردم خسته شده. این گفتگوهایی که اینا دارن با در پنجشیر، گفتگوهایی که نتیجه مثبت داشته باشه این بهتر است، به خاطر از اینکه در خاتمه جنگ باشه، دیگر جنگ در این کشور نباشه. این عضو کمیسیون فرهنگی طالبان نیز تایید میکند که هیئت از سوی آنان برای مذاکره با احمد مسعود و شماری از چهره های سیاسی دیگر به پنجشیر رفته است. وی از جدیت گفتگوها میان دو طرف خبر داده و تاکید میکند که مسئله پنجشیر از راه مسالمت آمیز حل خواهد شد. قرار است که آنها با خود احمد مسعود و بابا یک ده مردم دیگری که آنها در قضیه پنجشیر دخیل هستند و نقش دارند دید و بازدید داشته باشند و کوشش بر این بسیار به شدت جریان داره که باید معضل پنجشیر از راه حل گفتگو حل شود. مذاکره میان دو طرف در حالی آغاز شده است که طالبان و نیروهای پنجشیر از کارگیری گزینه‌های نظامی بر ضد یکدیگر نیز سخن زدند. امرالله صالح در توییتی نگاشته است که طالبان اجازه نمیدهند تا مواد غذایی وارد اندراب شود. او وضعیت بشردوستانه در اندراب را وخیم دانسته است. اما طالبان این ادعای آقای صالح را رد کرده و میگویند که تمامی راههای اندراب باز هستند. با این حال وزیر خارجه پاکستان خواستار توافق سیاسی میان طالبان و رهبران سیاسی شده است. اما روسیه گفته است که در بنبست میان طالبان و مخالفانشان بی‌طرف خواهد ماند. سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز خواستار تشکیل حکومت همشمول در افغانستان شده است. تلاش بکنیم که یک دولت فراگیر
در افغانستان شکل بگیره. قطعا این دولت فراگیر اگر بازتاب دهنده تمامی واقعیت های علل ارض افغانستان باشه و بازتاب دهنده ترکیب قومیتی و ترکیب مردم افغانستان از گروه های مختلف باشه، میتونه در مسیر این حرکت بکنه. اما الان برای اینکه ما در خصوص دولت آینده افغانستان تصمیمی بگیریم و تصمیمی اعلام بکنیم زود هست. اما منابع نزدیک به عبدالله عبدالله میگن که گفتگوها میان رهبران سیاسی و طالبان به گونه انفرادی جریان داره و تا هنوز روی موضوعات اصلی درباره شکل گیری حکومت تازه هیچ بحث صورت نگرفته است. شیرشاه رسولی، طلوع نیوز، کابل. شورای علمای شیعه افغانستان از طالبان میخواهند که با اقوام و مذاهب مختلف به گونه یکسان برخورد کنند. شمار از عالمان شیعه مذهب میگویند که طالبان بنیاد یک نظام اسلامی را ایجاد کنند که همه اقوام در آن شریک باشند. احترام به حقوق زنان و اقلیت‌ها از خواست دیگر این عالمان دین است که در اعلامیه اجرماده ایشان جا داده شده است. شورای علمای شیعه افغانستان امروز سه‌شنبه نشست خبری را در رابطه با اوضاع کنونی کشور برگزار کردند. در این نشست که برخی سیاستگران، عالمان دین و استادان دانشگاه اشتراک کرده بودند، در یک اعلامیه اجدمادهی از طالبان خواستند که همانند گفته‌هایشان باید به همه اقوام و مذاهب یکسان برخورد کنند و برای بهبود اوضاع کشور با مردم همکار باشند. شیعیان ما اهل جنگ، اهل منازعه، اهل دعوا نیست. اینها طرفدار صلحن، همونطور که رئیس مذهب ما گفته است، پیامبر مکرم اسلام گفته است که اساس اسلام وحدت است. این بیانیه چارچوب عمل شورای علمای شیعه افغانستان را در شرایط موجود مشخص میکنه که طبعا باید با حمایت شما، با نظر شما و با پشتیبانی شما این کار صورت بگیره. برخی از شرکت کنندگان این نشست میگن که طالبان باید تمام دستاوردهای 20 سال گذشته را در نظر بگیرند تا همه اقوام بتوانند به طور یکسان در تمام نهادهای دولتی و خصوصی کار کنند. همه مردم افغانستان خواستش برقراری امنیت است، برقراری آرامش است، برقراری تشکیل یک حکومت همشمولی که همه مردم افغانستان خود در او حکومت ببینه. در طول 20 سال مثلا آزادی هایی که به وجود آمده بود، حقوق زن، مثلا فعالان مدنی، این چیزا بازم در حکومت جدید یا در نظام جدید باید در نظر گرفته شود. این گفته های شورای علمای شیعه افغانستان در حالی است که طالبان با وارد شدنشان در پایتخت برای همه مردم عمومی اعلان کردن و گفتند که مردم از آزادی های مذهبی برخوردار هستند و می توانند به کار و بارشان ادامه دهند. واشنگتن پست نگاشته است که رئیس سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا به گونه مخفی با ملا عبدالغنی برادر، معاون سیاسی رهبری طالبان در کابل دیدار کرده. از سوی هم احتمال آن می رود که رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا تا 12 ساعت آینده درباره حضور سربازان این کشور در میدان هوایی کابل و پروسه انتقال از افغانستان تصمیم بگیرد. در این میان طالبان تمدید مهلت حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان را نقض موافقتنامه دوحه می داند. با این حال چین می گوید که اوضاع کنونی برای مردم افغانستان یک فرصت خوب برای بازسازی است و مردم افغانستان باید از این فرصت کار بگیرند. روزنامه واشنگتن پست می گوید که ویلیام برنز، رئیس سازمان سیای امریکا، با ملا عبدالغنی برادر، رئیس دفتر سیاسی طالبان و یکی از رهبران برجسته طالبان در کابل دیدار کرده است. اما درباره جزئیات این دیدار اطلاعات در دست نیست. برخی از رسانه های امریکایی گفتند که احتمال می رود جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده امریکا، تصمیمش را درباره حضور سربازان آمریکایی در میدان هوایی کابل و پروسه انتقال از افغانستان اعلام کند. روز گذشته بایدن گفته بود که احتمال می‌رود حضور سربازان آمریکایی در افغانستان تمدید شود. با این حال طالبان می‌گویند تا هنگامی که تمامی سربازان آمریکایی از افغانستان بیرون نشوند، هیچ حکومتی در افغانستان تشکیل نخواهد شد. They had agreed to withdraw all their forces by May 1st. آنان توافق کرده بودند که تا اول ماه می تمامی نیروهایشان از افغانستان بیرون می شوند. اما آنان این مهلت را نقض کردند. اکنون آنان اعلام کردند که در 31 آگوست تمامی نیروهایشان را بیرون خواهند کرد.
آنان باید به گفته هایشان پابند باشند. اگر آنان آنچه را اعلان کردند پابند نباشند، این یک نقض روشن توافقنامه است. در این میان چین و ایران دو کشور همسایه افغانستان درباره اوضاع افغانستان و حضور نظامیان آمریکایی در این کشور دیدگاه های گوناگون دارند. ایالات متحده به افغانستان اومد به عنوان یک نیروی متجاوز، ورودش در افغانستان مصیبت بود، حضورش نکبت بود و این خروجش هم یکی دیدید با چه افتضاحی همراه بود. این واقعا یک درس تاریخی برای همه است. برای یک مدت طولانی در 40 سال گذشته و اگر به عقب برگردیم در 70 سال گذشته، شاید برای اولین بار است که افغانستان و مردم آن این فرصت را دارند که کشورشان را به گونه مسالمت آمیز و باثبات بسازی کنند و سرنوشت ملت خودشان را در دست بگیرند و این یک فرصت خوب برای آنهاست. با این حال بریتانیا گفته است که در نشست گروه 7 که درباره افغانستان خواهد بود از ایالات متحده می خواهد تا زمان خروج نیروهایش را از افغانستان به تأخیر بیندازد. با وجود این که طالبان فرمان عفو عمومی را صادر کردند و صدها زندانی را از ولایت‌های مختلف آزاد کردند، والی و فرمانده پیشین پلیس ولایت لغمان هنوز در بند آنان به سر می‌برند. خانواده لطف‌الله کامران، فرمانده پیشین پلیس لغمان می‌گوید درباره رهایی لطف‌الله کامران دستور خلیل الرحمن یک تن از سران طالبان را گرفته است، اما مقام‌های محلی طالبان در لغمان این دستور را عملی نکردند. این زن پیر مادر لطف‌الله کامران فرمانده پیشین پلیس ولایت لغمان است که انتظار آمدن پسرش را می کشد. این خانواده می گوید که با گذشت 11 روز از اعلام عفو عمومی طالبان، لطف‌الله کامران تا هنوز در زندان طالبان به سر می برد. خدا در مکتب نوار و خطو نوار و دیود بل عمومی پیلنده. نوستاش سجی نوغال استرفت کنه ولی نزب با کوه خزه این دقیه ولا یال ده زیل ده یال سرچ ده وکر ناوی خزه ده کچی اتی خواب کور کمی بل بندستن تاش خوب با طالبان اوست یا رحم با مسلمانو کو یا شپکت با مسلمانو کو تولا خوزه ایما پلار نده خوزه ایما پلار دی ایما پلار لدین ایما پلار نتو غواری خوی ایما پلار باید کور ترسی. این نامه خلیل الرحمن حقانی یک تن از سران طالبان است که از اداره محلی لغمان خواسته است تا والی و فرمانده پیشین پلیس این ولایت را رها سازد. اما پس از این نامه هم مقام های پیشین لغمان در زندان شب و روزها را سپری می کنند. از مشهیل ده عدالت لحکمانو چخه چه عدالت پلای که ده چولو لپاره پلای که؟ در پانه چه می کپلو پلا لغمانی دیتی دورم عبدالولی واحدزی والی پیشین لغمان و لطف‌الله کامران فرمانده پیشین این ولایت هنگام سقوط لغمان به طالبان تسلیم شدند. تلاش کردیم در این باره دیدگاه ذبیح‌الله مجاهد و مسئولان طالبان در ولایت لغمان را هم داشته باشیم، اما موفق نشدیم. 10 میلیون کودک در افغانستان برای زنده ماندن نیاز به کمک های بشردوستانه دارند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد هشدار داده که درگیری های پسین 435,000 کودک و زن را در داخل افغانستان آواره کرده. در این حال بر بنیاد آمارهای جهانی در جنگ های پسین در کشور صدها هزار تن در افغانستان بجا شدند. احمد سمیر کودک آواره ای است که به بیماری سوی تغذیه مبتلا شده است. شدت جنگ ها در بغلان این خانواده را مجبور کرده که در این گوشه پایتخت آواره شوند. مادر این کودک میگوید که نزدیک به یک ماه می شود که کودکانش به علت نبود مواد خوراکی و سرپناه مناسب به بیماری های گوناگون دچار شدند. 5 تا طفل دارم، یک سیاستر هستم، در 5 تا طفل رسیدگی کردن نمیتونم. کمک زیاد میه مردم میگیره، دما کمک نمیته. طفلک های مک گشنگی گریان میکنه، طفلک های دان دامن شده، از این بوی مرداری مریض شده، کسی هیچ باخساس نمیکنه. نازنین و شعیب کودکان دیگر اند که جنگ ها همه دار و ندارشان را در قندوز از آنان گرفته است و نزدیک به یک ماه میشود که در اوضاع بد در کابل به سر میبرند.
کسیم با ما کمک داده نماز نیستن متفاوته که دارن ما چور میشه. اگر نان میام مثال چور میشه او میام چور میشه دیگر بطله مثال دار پر قیمت شد. اگر میام یک تنان که یک نفر در پلاستیک ده تنان اینجا بیاره بگه کودکان میتون اونم ده تنان چور میشه نان خوش. در همین حال صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که نزدیک به 1 میلیون کودک در افغانستان به بیماری سوء تغذیه مبتلا هستند. درگیری‌های پسین در افغانستان سبب ثبت 2000 مورد نقض حقوق بشر کودکان شد و وضعیت کودکان در این کشور خیلی نگران کننده است، چون آنان نه به غذای درست نه به داروی مناسب دسترسی دارند. با این همه سازمان جهانی بهداشت نیز اعلام کرده که 300 هزار بیجا شده جنگ در افغانستان به مواد بهداشتی نیاز دارند. اما به علت بسته بودن میدان هوایی بین المللی کابل، آنان نمی توانند مواد بهداشتی را به افغانستان بفرستند. هزاران خانواده که اثر جنگ های پسین در کشور از ولایت های گوناگون در این گوشه از پایتخت آواره شدند، افزون بر مشکلات نبود جای مناسب و مواد غذایی، کودکان این آوارگان نیز در حالت بد بهداشتی قرار دارد. مدینه مروت، تلو نیوز، کابل. با پایان جنگ در کندهار کاروبار تابوت سازی در این ولایت کم رنگ شده است و مردم نیز از پایان جنگ شادمان هستند. در جریان جنگ ها در کندهار کاروبار تابوت سازان رونق داشت، اما در چند روز پس این هیچ قربانی جنگ به شفاخانه های این ولایت آورده نشده است. در این حال شهروندان کشور انتظار دارند که با پایان جنگ فصل پیشرفت و توسعه در کشور آغاز شود. محمد ولی سالهاست تابوت سازی می کند و تاکنون صدها تابوت ساخت است. اما در این روزها کاروبارش بسیار محدود شده است و حتی روزها بیکار می ماند. زیرا اینجا دیگر جنگ نیست. در مخ دورزی به 15 دانیه، دانی پگن که سلور 15 دکان نگیده، هر یوه 15 دانیه، سلور دانیه، 2 دانیه خرسته بود. و شکر دی پداله سبرده که 2 دانیه ما خرست کردی و دانه ده که 2 دانیه بل نفر خرست کردی. محمد ولی خوشحال است که در این روزها درخواست تابوت سازی دریافت نمی کند و ناگزیر شده است در بخشی از کارگاهش به کارهای دیگر نجاری بپردازد. نو ده چه مرور چه جنگ نی یو یک کلوست یه او یک پنتونی مثال ده خبری نو ده خب یه ده نسته جنگ نسته ولی گرد سیوه دی. کندهاران می گوید که جنگ پایان یافته است و اکنون زمان این فرار رسیده است که برای آموزش و پرورش، توصیه و بسازی کشور کار شود. موږ غواړو شکر چې دغسې د امنیت دغسې تامین لکه دا اوس او یو نظامي دغه جوړ سي لکه پخوا چې وه دغه نظامي تشکیل جوړ سي. نور شکر الحمدلله هېڅ مشکل موږ نه لرو. جګړې خلاصې باید چې اوس د آبادۍ کار وسي، بالخصوص موږ تجاران چې دي اکثر د ډېر ستونزو سره اوس مخامخ، بانکونه ټول بند دي او ټول پیسي چې دي هغه ته معلومه چې د بانک ته لاړ سي انتقالېږي بهر ته، د چټي په ذریعه انتقالېږي. پکار ده چې د آبادۍ کار وسي. از سوی هم پزشکان در کندهار می گوید که در این روزها تنها قربانیان رویدادهای ترافیکی به شفاخانه ها آورده می شود و خبری از قربانیان جنگ نیست. مجروحین ما تقریبا در سلو تخه 15% تراغلی او پس جو زمان که مردی نیم پرون مونا ایت واقعی ندار لولا تیر ورز چیده اکثرا ترافیکی حدیثات مردی دیده جنگ مردی نلور. ولایت های جنوبی کشور سالها مرکز های جنگ بودند، اما از 2 هفته به این سو شمار قربانیان جنگ در این ولایت ها به گونه بی‌پیشینه کاهش یافته است. پزشکان در کابل میگویند که در هفته های پسین آمار مبتلایان به ویروس کرونا کاهش یافته است، اما پزشکان تاکید میورزند که اگر توصیه های وزارت صحت مراعات نشود احتمال افزایش مبتلایان ویروس کرونا در کشور بیشتر خواهد بود. این در حال است که اکنون هزاران تن در اطراف میدان هوایی به آن که توصیه های بهداشتی را مد نظر بگیرند حضور دارند. رئیس شفاخانه افغان ژاپن میگوید که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در کشور کاهش یافته است. او میگوید که پیش از این نزدیک به 200 بستر برای بیماران کووید 19 در شفاخانه افغان ژاپن وجود داشت، اما اکنون به علت کاهش مبتلایان به 90 بستر کاهش یافته است. خو دلته ناروغان ډیر وو، یعنی تقریبا من 150 بیډ روختون لرل دلته 150 پال بسترونه لرل تقریبا د دې حکومت راتګ نه مخکې د امارات راتګ نه مخکې تیر حکومت په وخت کې چې کله ناروغان کم شول
دیر بستر زمون کم شو چې دې سره تقریبا شپږ پنځوس کسان هم زمون کم شول البته دا د پخوانی حکومت په وخت کې خو مونږ تقریبا د درېمې صفې په اوج کې د یو سل او اته پنځوس پورې ناروغان بستر لرل خو ولې اوس دا نن چې ما ته راپور راغلی زه نن نوي مریضان بستر لرم. یکی از پزشکان این شفاخانه می گوید که اگر شهروندان کشور توصیه های پزشکی را مراعات نکنند ما گواه موج دیگر ویروس کرونا در کشور خواهیم بود. کچرته خلق در رسید توصیه کوم چې دامي روغتیا محترم وزارت لاندې کړی او صحی پرسنل هغه ملینه کی نو امکان دی ولري چې موږ پر اطلون کې دی بل نورین سره مخ شو. جمعه گل که یکی از بیماران این شفاخانه است از خدمات شفاخانه افغان ژاپن راضی به نظر می رسد. او می گوید که این خدمات نسبت به گذشته هیچ تفاوت نکرده است. هیچی نامده. امو دوا که دوا می رسد. امو دوا، امو دکتر می آید، دوا پیشکاری می کنه، دوا می کنه، سیرون می کنه. هیچ به نظر ما که تابع تغییر نامده. اگر این پیشگیری از این ویروس کرونا به صورت درست در کشور ما بخصوص کشور فقرزده که مردم پول تداوی یمو ویروس ها ندارن و امکانات فراهم نیست، اکسیژن کمبود است، نداشته باشن با مشکلات جدی برخوردار میشن. امکانات خب فعلا تو تغییرات فعلا تو نامده که تو باید باشه، اما قسمی که کل اگه میفهمه رژیم تغییر کرده یک نگرانی احساس میشه. قسمی که ما میبینیم که تی مردم ها یکی به خاطر جاب سیکیوریتی میباشه، امنیت وظیفه از اینا میباشن، اینا که هستن اینا خود دولت تامین نمیکنه، موسسای خارجی هستن که اینا تامین میکنن و تقاضای ما از امون دونرهایی است که اونمو کمکی را که سابق میکنن حالی هم کنن. این در حال است که پیش از این وزارت تحصیلات عالی با هماهنگی وزارت صحت عامه دانشگاه ها و مراکز آموزشی و تحصیلی را به هدف جلوگیری از شیوع موج سوم ویروس کرونا از هشتم ثور تعطیل نموده بودند. اما به تاریخ 15 اسد برخی از دانشگاه ها دوباره بروی دانش آموزان باز شدند. با وجود اینکه بیش از 10 روز از سقوط حکومت پیشین می‌گذرد، اما تاکنون از سرنوشت دانشجویان و دانش آموزان خبری نیست. شمار از دانشجویان با نگرانی از سرنوشت ناروشنشان از طالبان می‌خواهند که هرچه زودتر دانشگاه ها را بر روی دانشجویان باز کنند. پس از تسلط طالبان بر 33 ولایت افغانستان، شماری از دانشجویان نگران سرنوشت ناروشنشان هستند. آنان از طالبان می‌خواهند که هرچه زودتر نهادهای تحصیلی را باز کنند. از یک طرف قرنطینه‌های طویل مدت که ماه‌ها طول می‌کشید و درس‌ها را متوقف می‌ساخت، از سوی هم آمدن طالبان به این ناگهانی حالا یک آینده مبهم منتظر همه دانشجوهای دانشگاه‌ها و نهادهای تحصیلی است. فعلاً نگران آینده خود و دیگر هموطنان خود خصوصا جوانان هستم. سهراب دانشجوی سال دوم دانشکده پزشکی دانشگاه کابل است. او میگوید که به خاطر ناروشن بودن اوضاع در افغانستان میخواهد از راه قاچاقی به بیرون از کشور برود. خواست ما از طالبا و وزیر صاحب محترم همی است که اگر کدام پلان و برنامه برای ملت دارند خب باید عملی بکنن، همگی سراسیمه و سردرگم و سرگردان است. تنها دانشگاه نه بل مکتب ها نیز بستند و شمار از دانش آموزان از طالبان می خواهند که مانع رفتنشان به مکتب نشوند. دو هفته میشه که مکتب نرفتیم به خاطر طالبا. صنف پنج مکتب است و می خواهیم دو هفته است که مکتب های ما شروع نشده، می خواهیم که مکتب بریم. با این همه روز گذشته عبدالولی صدیقی از طرف طالبان به حیث سرپرست وزارت معارف گماشته شد. شمار از نیروهای طالبان میگویند که پس از سالهای زیاد و جنگ سخت در یک هفته پسین به جاهای تفریحی شهر کابل رفتند. آنان که میگویند سالها کابل را ندیده بودند پس از سقوط حکومت پیشین به بخشای گوناگون تفریحی شهر رفتند و لذت بردند. طالبان میگویند که در حال حاضر امنیت تمامی بخشای تفریحی شهر کابل تامین شده است و پایتخت نشینان می توانند با خاطر آسوده به این بخشا بروند. یکی از رستوران های کنار بند قرغه. طالبان اینجا به تفریح آمدند که سالها عمرشان را در خط نبرد سپری کردند و پس از دیر زمان بگشت زنی در بخش های گوناگون شهر کابل پرداختند. صابر یکی از این طالبان است که 9 سال پیش با طالبان یک جا شد. در ارغنده کابل در برابر حکومت های پیشین فعالیت داشت و اکنون بی خیال از جنگ و خشونت با دوستانش اینجا به تفریح آمده است. صاحب ان شاء الله بخیر خساده خلق راضی منظری کی مشکلات نست بخیر او بس ان شاء الله تینو.
قانت 21 ساله از 2 سال به این سو عضو طالبان است. با او هم در این جای تفریحی روبرو می شویم و با ما از برگشتش با کابل قصه می کند. نکته خار خاطر دی خواهی خواهی طول زیادی که من گوگرزیدم. نو پچکر بانی هر طرف تلاړو او دخل کته منګ لخوانه اطمینان او ډاډ د چدی دی پخپل چکرې وهی. طالبان که پس از سالها از جنگ به کابل برگشتند میگویند که در این روزها به رستوران های کابل رفتند و غذا خوردند، آیس کریم خوردند و نیز از ساخت و سازهای زیبای شهر دیدن کردند. مشکلات نو که په سمه توګه راغلو کابل ته راغلو او نور وګرځېدو ځای ته هوټل ته آیس کریم خانې ته هر چې ته چکر هم واخ هر وخت مجاهدین دی تفریح ځایونو ته راځي خلک دي دلته موږ سره ویني مرکه کوي غوره کوي راسره بازي دي داسې خلک راځي چې وایي چې موږ وایي دینه مخکې مجاهدین نه وو لیدلي خلکو به ډېر احساس هم کوو مثال وایي موږ مجاهدین داسې کې ظلمونه کوي نو ماشاءالله اوس ډېر خوشحاله دي. در روزهای سقوط حکومت پیشین رفت و آمد به تفریحگاه بسیار کم شده بود، اما هنوز دیده می شود که مردم آهسته آهسته به تفریحگاه زیاد می آیند. طالبان همچنان بر مردم اطمینان می دهند که با آتور آزادانه به تفریحگاه بیاید. زیاریاد، تولو نیوز، کابل. در سوی دیگر فروش اجناس خانه در هفته های پسین در شهر کابل بیشتر شده. برخی از کهنه فروشان در کابل می گویند که روزانه شمار زیاده برای فروش اجناس و لوازم خانه هایشان به آنان مراجعه می کنند. با این همه برخی از باشندگان کابل از شهروندان کشور می خواهند که از کشور بیرون نشوند و به افغانستان خدمت کنند. اینجا یک بازار کهنه فروشی در کابل است. در هفته های پسین بیشتر باشندگان کابل که می خواهند به بیرون از کشور بروند به اینجا می آیند تا اجناس خانه هایشان را بفروشند. شمار از کهنه فروشان می گویند که روزانه شمار زیاد مردم برای فروش اجناس و لوازم منازلشان به کهنه فروشی می آیند. روز 1000 نفر می آید که مال داریم، مردم نمی خره. روزانه با تعداد 100-200 نفر می که بیایم مال ما را بخرین. این مردم از بیامنیتی می ترسن، انشاءالله با توکل خدا هیچ گپ نیست. در کوچه ما مردم می گردیم بسیار مال است، مردم صدا می کنن بسیار مال است، می گه بخر که میریم کوش می کنم. خالد بیش از 15 سال می شود که در بازار بهارستان دکان کهنه فروشی دارد. وی می گوید که در این روزها فروشات اجناسشان کم رنگ شده است. خرید فروش در این وقتها در این تحولاتی که حال تازه آمدی بسیار خرید فروش کم شده، مردم بسیار دلش نارام است. از سوی هم شمار از باشندگان کابل از مردم می خواهند که در افغانستان بمانند و کشور را ترک نکنند. مردم افغانستان ورخطا نشوند، سختی و آسانی می آید از زندگی، بیچارگی و بیپولی ورخطایی می آید، نباید فرار کنند از کشور خود. بیش از یک هفته می شود که میدان هوایی کابل گواه موج بزرگ شهروندان است که می خواهند به بیرون از کشور بروند. شمار از آنان به داشتن مدرک سفر روزهاست که در اطراف میدان هوایی کابل هستند. چند خبر کوتاه از جهان. فلسطینیان در نوار غزه دست به اعتراض زدند و شعارهای ضد اسرائیل سر دادند. مقامهای فلسطینی گفتند که ارتش اسرائیل شب گذشته در کرانه باختری در نتیجه درگیری یک پسر 15 ساله را کشتند. از سوی هم ارتش اسرائیل میگوید که نیروهای آنان در نزدیکی شهر نابلس هدف تیراندازی قرار گرفتند. برای نخستین بار شمار مرگ و میر بیماران کووید 19 در ایران از مرز 700 تن گذشت. وزارت بهداشت ایران میگوید که در یک شبانه روز گذشته 709 تن که به کرونا مبتلا بودند جانهایشان را از دست دادند. مقام های بهداشتی ایران از مردم این کشور میخواهند که نکات بهداشتی را مراعات کنند. دانشمندان اقلیمی میگویند که تغییرات اقلیمی سبب بارانها و سیلابهای شدید در بخشهایی از جهان شده است. با گفته آنان این سیلابها و بارانها در بلژیم و آلمان 20% بیشتر بوده است.
مسئولان اتاق معادن و صنایع با استقبال از تصمیم اخیر طالبان برای توقف صادرات و قاچاق آهن‌آلات کهنه به بیرون از کشور میگویند که این کار میزان تولید کارخانه های ذوب آهن کشور را توسعه خواهند داد. آنان میگویند که آهن‌آلات کهنه موجود در کشور میتواند تا 2 سال نیازمندی های کارخانه های ذوب آهن داخلی را به مواد خام تامین کند. در همین حال شمار از کارخانه‌داران ذوب آهن میگویند که در کنار این اقدام طالبان باید جلو قاچاق آهن آلات وارداتی به کشور نیز گرفته شود. تصمیم اخیر طالبان برای توقف روند بیرون شدن آهن آلات کهنه از کشور. در این نامه که با گمرک های مرزی نیز شریک شده است، بیرون شدن آهن آلات داغمه از کشور منع قرار داده شدند. مثلا اتاق های معدن و صنایع میگن که این کار برای حمایت از کارخانه های ذوب آهن کشور بسیار مهم است. فابریکات بازیافت در سکتورهای مختلف در افغانستان زیاد ایجاد شده و بخش تامین کننده از یا همین مواد خام بازیافت هست که در خود افغانستان موجود است. اگر این از افغانستان خروج میشه، قاچاق میشه، یقینا که سکتورهای ما در کشور متضرر میشه. بر بنیاد اطلاعات اتحادیه کارخانه های ذوب آهن کشور، آهن‌آلات داغمه به نیمه بهای مواد خام وارد شده به کارخانه های ذوب آهن تمام می شود. مسئولان این اتحادیه می گویند که توقف روند بیرون شدن آهن‌آلات کهنه از کشور می تواند روند تولید آهن‌آلات را در داخل کشور افزایش دهد. این می تواند که ما را خیلی کمک بکند تا ما بتوانیم جایگاه 5000 کار را که به مردم ایجاد کرده بودیم هیره حفظ بکنیم و زمینه ایجاد شد و فرصت ایجاد شد تا ما بریم به طرف استخراج معدن در آینده. امروز ما دمپینگ های خارجی سبب یزی می شد که محصولات ما را در افغانستان ما نتانیم بفروشیم. تعرفه های بسیار پایانی برای از او وضع شده بود. امیدوار هستیم که تعرفات زیاد بالای محصولات خارجی وضع شود. در بخش ذوب آهن در افغانستان در حدود 20 سال گذشته بیش از 500 میلیون دلار سرمایه گذاری شده است و در حال حاضر هم مواد خام بخش بزرگ از کارخانه های ذوب آهن در افغانستان همین آهن آلات کهنه یا داغمه هستند که در داخل کشور گردآوری و به این کارخانه ها انتقال می یابند. ذبیح‌الله جهانمل، کل نیوز، کابل. با این ترتیب رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. تا درود دیگر، بدرود.